بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وبعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين با عرض سلام و عرض ادب خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی وارزوی سعادت و خوشبختی و توفیق برای یکایک شما از این جلسه وارد بخش مهمی از کتاب آموزش فلسفه یعنی بخش هفتم می شویم که مربوط می شود به بحث خداشناسی و الهیات به معنی الاخص انشاءالله در ضمن جلسات مباحث مهمی که در این موضوع وجود داره اونها را دنبال میکنیم و در این جلسه بیشتر به مباحث مقدماتی میپردازیم یک از این نکات مقدماتی که در مقدمه این بخش مطرح شده است این است که عمومی مردم وقتی اسم خداوند متعال رو به کار میبرند یا میشنوند حالا هر کسی به زبانهای مختلف معنایی که از واژه خدا در زبان فارسی مثلا یا الله در زبان عربی یا گاد در زبان انگلیسی و مانند آن رو به زبانهای مختلف به کار میبرند چیزی که به ذهنشون میرسه و از این واژه میفهمن این هست که یک موجودی که او آفریدگار هست خالق و موجودات را فریده جهان را فریده انسان را فریده لذا از لفظ خدای همچنین چیزی به ذهنشون میرسه و معانی دیگر هم اگر از این اسامی که برای خداوند متعال وجود داره اگر به ذهن کسی میرسد باز هم از همین قبیل هست یعنی حالا چه بگیم آفریدگار و خالق گاهی هم ما از واژه خدا معنای مثل پروردگار رو به ذهن من میرسه که گویا درباره پروردگار یعنی کسی که پرورش دهنده جهان و انسان هست ربوبیت و تربیت جهان و انسان به دست او هست یا نه گاهی هم مثلا وقتی واژه و لفظ خدا رو و اسامی دیگر خداوند متعال رو به کار میبریم معنای دیگری که باز به ذهن انسان خطور میکند مثل معبود هست یعنی موجودی که قابل پرستش هست خب حالا با توجه به این معانی که از اسم خداوند متعال به ذهن خطور میکنه باید ببینیم چقدر از این معانی دقیق بر اون ذات باری تعالی اطلاق میشود و چطور این معانی به ذهن انسان خطور میکنه خب وقتی ما به این معانی دقت میکنیم کاملا متوجه میشویم که وقتی میگیم آفریدگار یا خالق یا میگیم پروردگار خب همه این ای اسم ها در واقع از فعل خداوند سرچشمه میگیره خداوند یکی از کارهایش خلقت پس خالق رو ما به اعتبار این که یکی از کارهای خداوند آفرینش هست خب میگیم آفریدگار چون خلقت به دست خداونده و او یکی از کارهایش خلقته ما بهش میگیم خالق و وقتی پروردگار هم میگیم هم چنین حالتی داره یعنی پروردگار هم که از رب بودن و تربیت تربیت کردن به دست میآید باز هم یک از کارهای خداونده که در واقع باز هم پروردگار هم نشانه یک کاری از کارهای خداونده نه اینکه واقعا پروردگار به توانت معرفی از همه ذات بار تالا و از همه صفات او داشته باشد یا حتی برخی از این معناهایی که به ذهن میرسه مثلا مثل معبود خب معبود یعنی موجود پرستیده شده خب پرستیده شده از جهت این که مخلوقات بندگان این موجود را میپرستن خب پرستنده میشه مخلوق پرستیده شده می شود مثلا خداوند متعال خب کلا این اسم معبود از جهت کارهایی که بندگان نسبت به خداوند انجام میدهن این اسم پدید آمده است باز هم میبینیم که نشانه از این که یک معرفی دقیق از ذات بار تالا داشته باشد باز در کلمه معبود نیست خب پرستنده های هستن پرستشگرانی هستن بندگان مؤمنی هستند که این خداوند رو میپرستن و تنها او را مورد پرستش یا لایق پرستش میدانند از این جهت پرستیش میکنن خب به این اعتبار ما به این موجود میگیم معبود. خب پس دیدیم که این اسم هم کاملا از فعل مخلوقات از فعل خود انسان به دست آمده است. فلاسفه آمدن نگاه کردن گفتن در هر یک از این اسامی که برای خداوند متعال به کار گرفته میشود کاملا میبینیم که این مفاهیم یا از مقام فعل نشعد میگیره و بعضشون هم که کاملا از افعال مخلوقات نشأت میگیره مثل همین پرستیدنی که مطرح کردیم لذا فلاسفه ها مدن گفتن ما باید یک ای و یک لفظی رو برای خداوند متعال به کار ببریم که دیگر او از مقام فعل خداوند انتظا نشده باشد و از مقام فعل مخلوقات او هم انتظا نشده باشد بلکه یک مفهومی باید به کار گرفته شود که فقط از ذات بار تعالی حکایت بکند و کاملا بیانگر ذات خداوند متعال باشد از این جهت بدون این که احتیاج به نظر در نظر گرفتن افعال الهی باشد یا در نظر گرفتن مخلوقات الهی رو در نظر بگیریم نه کاری به افعال هم نداشته باشیم به مخلوقاتش هم کار نداشته باشیم یه لفظی رو برای خداوند به کار ببریم که دقیقا خود ذات باری تعالی را معرفی بکند خب این آمدن برای این یک چنین خدمتی رو انجام بدهن آمدن واجه واجب الوجود رو به کار گرفتن و گفتن که خداوند موجودی هست که وجودش واجبه یعنی چی این که هستی او و وجود او ضروری و زوال نپذیره. خب از این جهت آمدن واجب الوجود را بر خداوند متعال اطلاق کردن که وجود او یک وجود ضروری و همیشگی هست و به هیچ وجه این وجود از او زائل نمی شود همیشه هست و همیشه موجوده و دیگه ضروری الوجوده واجب الوجوده خب با این بیان خواستند که یک لفظ را به کار ببرن که دقیقا ذات باری تعالی را بتواند معرفی بکند خب حالا وقتی نگاه میکنیم آیا واقعا این واجب الوجود این هدف فلاسفه رو تأمین میکنه یعنی دقیق فقط بر خداوند متعال اطلاق میشود و بعد خداوند متعال رو میتونه به خوبی معرفی بکند یا نه میفرماید که این مفهوم هم یک مفهوم کلی هست اولا یعنی نشان نمیدهد که یک واجب الوجود فقط در جهان وجود داره نه واجب الوجود ممکنه چندین مصداق داشته باشد مثلا موجودات متعددی واجب الوجود بشود خب از این جد این یک مفهوم کلی است که میتونه بر مصادیق متعدد و بیشماری قابل صدق باشد و ذاتا هم قابل اشتراک و قابل صدق بر مصادیق متعدده یعنی اگر ما بیاییم موجودات دیگر را هم واجب الوجود در نظر بگیریم ذات این واژه هیچ امتناعی نداره که نمیخواد بیان بکنه که نه من فقط در مورد خدا به کار می رویم و در مورد غیر خدا به کار نمی روم نه واجب الوجود داره ویژگی های هست که ممکن این ویژگی ها رو ما در افراد مختلف پیدا بکنیم و در مورد اونها همین رو به کار ببریم از این رو به دلیل این که این واژه واجب, واجب الوجود هم خیلی کلی هست و میتونه بر مصادیق مختلف حالا هم بر خدا هم بر موجودات دیگری بر مخلوقات و هم به کار برود از این جهت پس باید به دنبال یک واژه خاصتری باشیم که اون واژه فقط بر خداوند متعال قابل اطلاق باشد و بر غیر او قابل اطلاق نباشد و به همین جهت هست که بهترین اسم و بهترین کلمه کلمه الله جل جلاله هست که این کلمه الله رو می شود به عنوان اسم خاص یا به عنوان علم شخصی فقط در مورد خداوند متعال به کار گرفت که این اسم شریف فقط در ابتدا خوب توسط انبیای الهی و شاید هم توسط خود و خداوند به بشر معرفی شده است که بشر از این اسم خاص و علم شخصی که فقط در مورد خداوند متعال کاربرد داره و در غیر او کاربرد نداره از این واژه استفاده بکنن خب پس از این جهت می شود گفت که برای این که ما یک اسم و یک واژه و اصطلاح خاصی در مورد خداوند متعال به کار ببریم که گویای خداوند متعال باشه و او رو خوب معرفی بکنه و نیاز نداشته باشد برای فهم او بریم به سراغ افعال او و به سراغ مخلوقات او خب فلاسفه آمدن گفتن واجب الوجود بهترین لفظه اما پیامبران الهی و کلا معارف دینی میگن نه بهترین واژه برای یک چنین هدفی همین واژه و لفظ جلاله است که الله جل جلاله این هدف را بهتر تامین میتواند. خب پس از نظر اسم میتوان گفت که پس بهترین اسم اسم الله جل جلاله هست. اما آیا حالا اگر ما یه اسمی را هم شناختیم و درست هم دانستیم آیا واقعا یک اسم میتواند تواند ما رو به درستی معرفی بکند یا نه خب حالا این بحث دیگری هست که برای اینکه معنای اسم خاص را هم انسان بشناسه باید شخص مسما رو هم بشناسه باید بدانیم که این اسم برای چه موجودی گذاشته شده است حالا این مسما رو دیگه باید بریم به سراغ این که مسما چگونه مسمایی هست که اگر این مسما محسوس بود خب میریم به وسیله ادراک هستی او را میشناسیم دیدنی بود میبینیم شنیدنی بود میشنویم بالاخره اگر با حواس دیگر قابل درک بود خب اونا رو با, خ... با حواس دیگر میشناسیم اما اگر مسما غیر محسوس بود خب اونجا باید تنها از طریق علم حضوری اون رو علم بهش پیدا بکنیم و بشناسیم خب حالا هنگامی که یک موجود قابل درک حسی نباشد مثل خداوند متعال راه شناختن شخص او منحصر به علم حضوری خواهد بود که ما باید حتما به او علم حضوری پیدا بکنیم و هرچند چند اثبات وجود چنین علمی مربوط به فلسفه است خب حالا میگیم علم حضوری از کجا معلوم علم حضوری چیه و چطور چی حاصل میشود؟ خب این کار فلسفه است که باید در معرفت شناسی فلسفی این بحث مطرح بشود اما خود این علم از راه بحث های فلسفی به دست نمیآید درسته وجود علم حضوری را فلسفه اثبات میکنه میگه بله ما در میان علوم یه علمی به نام علم حضوری داریم خب این رو باید فلسفه اثبات بکند که چنین علم وجود داره اما این که حالا این علم از چه راهی به وج... به حاصل می‌شود ما چه کاری باید انجام بدیم که علم حضوری پیدا بکنیم به خداوند متعال این رو ممکنه در فلسفه انسان به دست نیاورد بلکه راه های دیگری وجود داره که باید از طریق اونها انسان بالاخره از طریق عرفان عرفان عملی و ریاضت و تقوا و تدین و خیلی از مباحث اخلاقی دیگر هست که از طریق اونها می شود این علم حضوری به وجود خداوند یا به مسمای این لفظ جلاله انسان علم پیدا بکند خب پس معلوم شد که راه رسیدن به موجود که محسوس نیست مثل خداوند متعال راه رسیدن به اون علم حضوری هست که انسان باید تلاش کنه با علم حضوری وجود خداوند متعال را به اصطلاح علم بهش پیدا بکند و اون را بشناسد خب حالا ما بیان کردیم که اثبات وجود خداوند یا اثبات علم حضوری توسط فلسفه انجام می شود از کاوش های عقلی و برهان های فلسفی می شود این علم حضوری رو وجودش رو اثبات کرد و همه اینها باز مفاهیم کلی عقلی خواهد بود و از اینجا نکته گزینش واژه واجب الوجود از طرف حکم الهی روشن می شود که چطور اونا آمدن بالاخره این واژه واجب الوجود رو انتخاب کردن به دلیل اینکه وقتی ما از طریق مباحث فلسفی بحث می کنیم خب مباحث فلسفی کلا، چون مباحث عقلی هست سر و کارشون به مفاهیم کلی هست دیگه مفاهیم جزئی و مشخص دیگه مربوط به بحث فلسفه نمی شود و به همین جهت هم حتی اگر یک واژه خاص را میخواد پیشنهاد بکند مثل لفظ واجب الوجود باز هم یک مفهوم کلی را پیشنهاد میدهد حالا ما در ضمن درس های این بخش انشاءالله درباره این که الله جل جلاله را تا چی اندازه و به چی وسیله می توان شناخت بحث خواهیم کرد که فعلا ما فقط آمدیم به عنوان مقدمه این نکته یادآوری کردیم که در بحث خداشناسی بهترین اسم در باره خداوند متعال چی اسمی میتونه باشه حالا ما پس از شناخت اسمی بهتر و گزینه برتر مثل الله جل جلاله چطور می توانیم به خود مسما و به صاحب این اسم یعنی به خود خداوند متعال علم پیدا بکنیم که گفتیم از طریق علم حضوری این کار را باید انجام داد خب حالا ما در ادامه این بحث رو بیشتر باز خواهیم کرد و ولی حالا یک نکته هم که در اینجا باید مطرح بشود این هست که موضوع این بخش رو باید طبق سنت فلسفی و کلامی خب باید واجب الوجود قرار بدیم یا خدا قرار بدیم که بنابراین در بخش هفتم این کتاب موضوع بحث چیه؟ خداشناسی خوداش... وقتی میگیم یعنی درباره خدا میخواییم بحث بکنیم یا واجب الوجود رو میخواییم مورد بحث قرار بدیم حالا این علم خداشناسی و موضوع اون روی نکته هم درباره اون اشاره میکنیم و آن این است که علم خداشناسی در میان علوم دیگر خب شریفترین و ارزشمندترین علوم هست به دلیل اینکه موضوعش شریفترین موجود هست و تکامل حقیقی انسان هم بدون معرفت الهی ممکن نیست خب به دو جهت هم این که خود وجود خداوند متعال چون شریفترین موجود هست وقتی خود موضوع مهم باشه علمی که مربوط می شود به اون موضوع اون علمم از جایگاه بسیار مهمی برخوردار خواهد بود نکته دیگر هم که درباره علم خداشناسی مطرح هست این است که انسان تمام اه اه خوبی یک انسان در این هست که این انسان به سرحد کمال خودش دست پیدا بکنه تکامل پیدا بکنه و تکامل انسان دوباره در پرتو همین بحث خداشناسی هست و به همین جد تا زمانی که انسان در بحث خداشناسی ضعیف باشه خب به همون اندازه هم در تکامل خودش هم ضعف خواهد داشت و به دلیل اینکه بحث خداشناسی ارتباط بسیار عمیقی با تکامل انسان داره روی این جهت هم باید این بحث خداشناسی رو خیلی جدی گرفت دلیل این که ارتباط عمیق بین خداشناسی و تکامل انسان وجود داره این هست که در جای خودش این بحث به اثبات رسیده است که کمال حقیقی انسان تنها و تنها در سایه تقرب الله حاصل می شود یعنی انسان در صورتی به کمال می رسد که به قرب الهی دست پیدا بکند و با کارهایی که انجام میدهد خودش را به خداوند متعال نزدیک ساخته باشد خب حالا این قرب و این کمال در صورتی به دست خواهد آمد که حتما ما یک شناخت نسبت به خود خداوند متعال داشته باشیم تا مرتب در همه کارهای خود او را در نظر داشته باشیم و با قربتن الله نیت هایی که انجام میدیم خب خود را مرتب به او نزدیک و نزدیکتر بسازیم تا زمانی که انسان معرفت به خدای متعال نداشته باشد طبیعتا این کمال تقرب الله هم حاصل نخواهد شد خب این هم ای که پس از اهمیت بحث خداشناسی هم تا حدودی آگاهی پیدا کردیم حالا این که خود این موضوع علم خداشناسی باید در بحث خداشناسی مطرح بشود یا نه در جای دیگر این باید به اثبات برسد به عنوان یک قاعده کلی مطرح میکند که اثبات موضوع یک علم از مسائل اون علم به شما نمیرود یعنی حالا اگر ما بحث خداشناسی رو مطرح میکنیم خب این رو جزی مباحث ما نیست جزی مسائل این بحث نیست که حتما بریم موضوع این علم رو هم یعنی خداوند رو هم اثبات بکنیم و اگر موضوع علمی احتیاجی به اثبات هم داشته باشد علال قاعده باید در یک علم دیگری که تقدم رتبی بر اون داره در اون علم به اثبات برسد لذا می شود خیلی از مباحث هست که همینطور شروع می کند بدون اینکه واقعا به موضوع اون علم بپردازد شروع می کند به بیان مسائل اون علم اما به خود موضوع نمیپردازد به دلیل اینکه موضوعش رو در یک علم دیگری قبلا شناخته و اثبات کرده حالا دیگه بعد از اون شناخت موضوع را احراش شده در نظر میگیره مسلم فرض میکنه و به مسائل میپردازه اما گاهی هم این اتفاق میوفتد که وجود موضوع علم به عنوان یک از مبادی اون در مقدمه مورد بحث قرار میگیرد که در بعض از علوم هست که به عنوان یک بحث مقدماتی میآید یکی از مبادی مقدماتی اون رو همین مسئله قرار میدهد که اول میآید موضوع را هم اثبات میکنه بعد از اون شروع میکنه به بیان مسائل و از جمله سنت بر این جاری شده که بحث از وجود خداوند متعال هم در خود علم الهی یا معرفت ربوبیه انجام بگیره یک از جاهایی که اثبات موضوع علم خداشناسی بالاخره باید در خود علم خداشناسی مطرح بشود همین بحث خداشناسی هست که این رو هم از قدیم بر همین سنت بنا نهاده شده است که باید به عنوان مقدمه خود خداشناسی هم به اثبات برسد که بحث از وجود خداوند متعال در خود علم الهی مطرح بشود خب لذاست که با این که ما مباحث داشتیم در باره خداشناسی یا در باره وجود خداوند و اثبات این موضوع که در بحث علت و معلول کاملا این مباحث را ما تایی کردیم و گذراندیم که خب علت های مختلفی وجود داشت از جمله علت هستی بخش بود که اون علت هستی بخش رو ما در مورد خداوند متعال به کار می بردیم که در دست سی و هفتم این کتاب خب ما این رو بحث کردیم و از یک جهتی میتوانیم با تکیه به همون مباحث بگیم بله پس موضوع علم خداشناسی هم کاملا اثبات شده هست به دلیل اینکه ما در اون مباحث اینها رو مطرح کردیم خب ولی در این حال به خاطر این که الهی در علاوه بر بحث علت و معلول به صورت مستقل هم به اثبات وجود خداوند میپردازن ما به تبعیت از اونها خب این مسئله رو هم میاییم بحث میکنیم و انشاءالله در جلسات بعدی دلایل اثبات وجود خداوند مورد بحث قرار خواهد گرفت اما پیش از پرداختن به اون استدلال ها و دلایلی که برای اثبات وجود خداوند مطرح هست دو نکته دیگر را باید قبلا یادآوری کرد و به اون دو نکته هم بپردازیم یه نکتهش این هست که خب تعداد از بزرگان میفرمایند که شناخت خداوند متعال یک امر فطری و بی نیاز از استدلال های فلسفیه خب لذا یک از روش هایی که برای بر اثبات خداوند متعال به کار میبرن اینه که استدلال میکنن برهان های فلسفی و عقلی قامن میکنن اما برخی از دیدگاه ها هم بر اینه که نه خدا شناسی کاملا در فطرت همه انسان ها وجود داره هیچ نیاز نیست که ما برای آن قامه دلیل بکنیم بلکه یک مقداری همین فطرت انسان ها رو بیدار میکنیم خب با بیان موزهات ذکرات و نکات تنبیهی و بیدار کننده میایم. همین فطرت انسان ها رو وقتی بیدار کنیم خود این بیداری فطرت انسان را با وجود خداوند متعال آشنا میکنه و همون راه که علم حضوری گفتیم به خداوند متعال باید پیدا بکنه از همون راه علم حضوری هم به وجود خداوند کاملا پی میبره خب این یه نکته هست که حالا باید بررسی بکنیم که واقعا وجود فطرت کافی هست در بحث خداشناسی یا نه نیاز به برهانهای های فلسفی وقلی هم هست و دیگری آن که بعضی از فلاسفه تصریح کردن به این که اقامه برهان بر وجود خداوند متعال اصلا گفتن صحیح نیست یعنی ما نمیتونیم اقامه برهان بکنیم بنابراین لازمه که این دو موضوع رو باید بحث بکنیم یکی این که بالاخره فطری بودن شناخت خدا اصلا به چی معنا هست فطری هست یا نیست اگر هست به چی معنا هست و نکته دوم هم باید در یک جلسه دیگر بحث بکنیم که اصلاً برای استدلال به وجود خداوند متعال آیا امکان استدلال و اقامه برهان وجود داره یا وجود نداره و دیدگاهی که میگوید امکان استدلال وجود نداره و اگر کسانی همین کار را انجام میدن اصلا این کاری درست نیست خب این رو هم باید مورد بحث و بررسی قرار بدیم که حالا انشاءالله در ادامه این دو نکته را اطرح میکنیم و پس از بیان این دو نکته وارد بیان دلایل اثبات وجود خدا خواهیم شد خب به همین مقدار فعلا اکتفا میکنیم تا بحث بعدی همه شما رو به خدا به میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صل على محمد و محمد اللهم صل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد